تا حالا فکر کردید که شاید بعضی از اشیاء معمولی که توی خونتون دارید به طور پنهانی به سلامت شما آسیب بزنه؟ چیزهایی که هر روز استفاده میکنید و اصلا بهشون فکر نمیکنید ممکنه پر از سموم و میکروبهای مخفی باشن. توی این ویدیو من 8 وسیله خونگی رو که به طور پنهانی میتونن به شما آسیب بزنن رو معرفی میکنم. شاید فکر کنید که خونتون یه جای امن اما ممکنه ناخواسته خودتون رو با مواد خطرناکی احاطه کرده باشید که با سرطان، اختلالات هورمونی، مشکلات تنفسی و موارد دیگه مرتبط باشه. همین اخیراً کسی به من مراجعه کرد که دچار یکی از بیماری‌های نادر خود ایمنی شده بود که روی عروق تاثیر میذاره و دلیلش میتونه یکی از همین مواردی باشه که توی این ویدیو قرار مطرح کنم. پس با من بمونید تا با خطرات غیر منتظری که درست زیر دماغتون پنهان شده آشنا بشید. بعد از دیدن ویدیو دیگه به وسایل روزمره‌تون به همون شکل قبلی نگاه نمی‌کنید و تغییراتی توی منزلتون ایجاد میشه. اولین مورد شمع‌های معطر هست. بذارید از چیزی شروع کنیم که به نظر کاملاً بی‌ضرر میاد. شمع‌های معطر که از نور گرم و بوی خوشایندشون استفاده می‌کنیم، اما این رایحه‌های دلنگیز مواد شیمیایی نگران کننده‌ای رو پنهان می‌کنن. اکثر شمع‌های معطر حاوی موادی مثل لیمونن و فتالات هستن. لیمونن یه بوی خاصی ایجاد میکنه و توی خیلی از محصولات معطر دیگه هم پیدا میشه، نه فقط شمع‌ها. در حالی که به نظر بی ضرر میاد اما وقتی وارد هوا میشه میتونه به فرمالدهید تبدیل بشه، یه ماده سرطانزای شناخته شده. طبق گفته آژانس بین‌المللی تحقیقات درباره سرطان، تماس با فرمالدهید میتونه واکنش‌های التهابی غیرقابل پیش‌بینی، سمیت کبدی، سرطان ریه و سینه و تأثیرات منفی روی زنان باردار و جنین‌ها رو به دنبال داشته باشه. فتالات‌ها هم که در شمع‌های معطر وجود دارن باعث میشه رایحه برای مدت طولانی تری باقی بمونه. اگر اما فتالات‌ها اختلالات غدد درون‌ریز رو به همراه میارن. تماس زیاد با این مواد میتونه منجر به عدم تعادل هورمونی، افزایش خطر سرطان کبد و مشکلات برای زنان باردار و جنین بشه. این مواد شیمیایی با مشکلاتی مثل کاهش عملکرد مغزی، بیش فعالی که بهش میگیم ADHD و بدتر شدن اختلالات رفتاری در کودکان مرتبطه. بنابراین شمع‌های معطر اونقدرها هم که به نظر میاد دوست داشتنی نیستن و این فقط شمع‌ها نیستن. طبق گفته آژانس بین‌المللی تحقیقات در مورد سرطان، 91% از محصولات خانگی روزمره فرمالدهید آزاد می‌کنند. کارشناسان به خصوص هشدار می‌دهند که شمع‌ها رو داخل خونه یا در اتاق خوابتون نسوزونید، چون می‌تونه باعث افزایش سطح مونوکسید کربن بشه که منجر به سرگیجه، سردرد و حالت تهوع میشه. محصولات معطر رو به ندرت استفاده کنید و خونتون رو به طور منظم با باز کردن پنجره‌ها تهویه کنید، به جای اینکه به شمع‌ها برای از بین بردن بوی نامطبوع تکیه کنید. به هیچ وجه شمع‌ها رو توی اتاق خوابتون نگه ندارید، چون گفتم میتونه با آزادسازی این مواد باعث مشکلات جدی برای سلامتی شما بشه. مورد دوم که این روزها میبینید توی خونه ها زیاد داره دیده میشه، دستگاه های رطوبت سازه. یه موردی که شاید تعجب آور باشه، دستگاه های رطوبت ساز که برای مرطوب کردن هوای خشک در تابستان و زمستان توی خونه ها استفاده میشه و به نظر میاد بی ضرر باشن، اما دوباره بهش فکر کنید. تحقیقات درباره سطح باکتری ها در مخزن آب دستگاه های رطوبت ساز نشون داده که بعد از 12 ساعت تعداد زیادی میکروب توش تشکیل میشه. دانشمندان انتظار داشتن که کلور موجود در آب شیر میکروب ها رو بکشه و از رشد باکتری ها جلوگیری کنه، اما اینطور نبود. کارشناسان توضیح میدن که بدون توجه به منبع آب، دستگاه های رطوبت ساز ذاتاً رشد باکتری رو با نگهداری آب برای مدت طولانی تشویق میکنن. الانم که شیوع تب دنگی هست و این آبی که داخل دستگاه رطوبت ساز میمونه میتونه باعث یک مخزنی بشه برای تخمگذاری همین پشه دنگی. بدون نگهداری مناسب باکتری های خطرناکی مثل سودومونا و استرپتوکوکوس پنومونیا میتونن توی مخزن ها رشد کنن. این میکروب ها میتونن باعث ایجاد پنومونی یا زاتوریه، بیماری های تنفسی، عفونت خون و موارد دیگه بشن. پس
مراقب باشید و مخزن آب دستگاه رطوبت ساز رو حداقل هر 3-4 روز یک بار به طور کامل تمیز کنید تا از انباشتگی شدید باکتری جلوگیری بشه. و وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید مخزن رو باز بذارید تا خشک بشه. مورد سوم، مواد شیمیایی در لباس‌های خشکشویی شده هست. یه موردی که خطرات سلامتی مخفی به دنبال داره لباس‌های خشکشویی شده هست، در حالی که تمیز کردن حرفه‌ای برای لباس‌های گران قیمت بسیار راحته، اما مواد شیمیایی استفاده شده اصلا شوخی ندارن. خشکشویی‌ها از حلال‌های قوی مثل پرکلوروتیلن استفاده می‌کنن تا لکه‌های سخت رو از بین ببرن، اما PERC یا همون پرکلوروتیلن یه ماده سرطانزا شناخته شده هست. طبق گفته سازمان ایمنی و بهداشت شغلی، تماس مداوم با این ماده میتونه خطر ابتلا به بیماری ها رو افزایش بده، چون از طریق پوست یا تنفس وارد بدن میشه. تحقیقات نشون میده که تماس طولانی مدت با این ماده شیمیایی خطر ابتلا به سرطان های خاص مثل سرطان مری، رحم و مثانه رو افزایش میده. تنفس در بخارات این ماده میتونه باعث سرگیجه، تحریک بینی و گلو، از دست دادن حافظه و خارش پوست بشه. برای صرفه‌جویی در زمان، خشکشویی ها معمولا لباس ها رو قبل از اینکه کاملا خشک بشن در پلاستیک میپیچن و باعث میشن این بخارات سمی داخل پلاستیک گیر بیافتن و هر بار که میخواید اون رو باز کنید، کمدتون رو باز میکنید، در واقع دارید اون بخارات سمی رو تنفس میکنید. حلال بنزن هم که یک ترکیب عالی فرار مرتبط با سرطان هست استفاده میشه. قبل از اینکه لباس‌های خشکشویی شده رو توی کمدتون آویزون کنید، پلاستیک رو بردارید، بذارید 3-4 ساعت در هوای آزاد باشن. خوب هم تکونشون بدید و اونها رو دور از گرما و نور خورشید نگه دارید، چون بخارات سمی رو قوی تر میکنه. مورد چهارم، رسیدهای حرارتی هست. میرسیم به چیزی که احتمالاً توی کیف پول یا کیف دستیتون همیشه دارید، رسیدهای حرارتی که از دستگاه‌های پوز یا به بانک اونها رو دریافت می‌کنید. در نگاه اول این رسیدهای کاغذی بی‌ضرر به نظر میان، اما تکنولوژی چاپ اونها ناسالمه. کاغذ حرارتی با مواد شیمیایی پوشش داده شده که به گرما واکنش نشون میدن تا بدون نیاز به جوهر حروف رو چاپ کنه. اغلب ماده شیمیایی استفاده شده توی اون BPA یا بیسفنول آ هست که مختل کننده غدد درون ریزه و از طریق پوست جذب میشه. تحقیقات گسترده روی BPA نشون داده که تماس مداوم باعث کاهش شدید هورمون‌های جنسی مردم مثل تستوسترون میشه که منجر به اختلال در عملکرد جنسی و کاهش میل جنسی در مردم میشه. در زنان هم باعث مشکلاتی مثل بلوغ زودرس و نقص‌های مادرزادی میشه. تماس با BPA همچنین با مشکلات دیگه مثل سرطان رحم و سینه، دیابت، شاقی و اگزما مرتبطه. و این رو هم بدونید که BPA خیلی راحت تر از طریق چربی جذب پوست میشه تا آب. پس اگه تازه کرم دست زدید و بعدش یه رسید رو بگیرید، مقدار خیلی زیادی BPA رو جذب بدنتون کردید. مطالعات نشون میده که نگه داشتن رسید فقط برای 2 ثانیه با دستهای چرب باعث جذب BPA در سطوحی میشه که تقریبا 80 برابر حد مجاز ایمنیه. این یافته ها نشون میده که چقدر کاغذ حرارتی سمیه. از نگه داشتنش در کیف پول یا کیف دستیتون خودداری کنید. اگر باید به طور مکرر رسیدها رو به دلیل کارتون نگهداری کنید، از دستکش استفاده کنید تا خودتون رو محافظت کنید. مورد بعدی، صابون های آنتی باکتریال هست. شاید فکر کنید که صابون های آنتی باکتریال شما رو سالم تر نگه میدارن، اما تحقیقات نشون داده که ممکنه این محصولات به سلامت شما آسیب بزنه. ماده فعال تریکلوزان که در این صابون‌ها استفاده میشه با تغییرات در هورمون‌های تیروئید، مقاومت به آنتیبیوتیک‌ها و تضعیف سیستم ایمنی مرتبطه. مطالعات آزمایشگاهی نشون دادن که این ماده یک مختل کننده غدد درون‌ریزه. تریکلوزان همچنین با کلور موجود در آب لوله‌کشی واکنش نشون میده و گاز کلروفرم رو تولید میکنه که بسیار سمی و خطرناکه. تماس با این محصول جانبی ضدعفونی کننده میتونه منجر به افسردگی، مشکلات کبدی و حتی سرطان بشه. در سال 2016 FDA تریکلوزان و 18 ماده شیمیایی دیگر رو از صابون‌ها ممنوع کرد، چون تولید کنندگان نتونستن ایمنی و اثر بخشی اونها رو اثبات کنن. بنابراین حتما لیست مواد تشکیل دهنده صابون‌ها رو چک کنید
و از استفاده از هر صابونی که تریکولوزان داره خودداری کنید. نیاز نیست صابون‌های خاصی تهیه کنید. همین صابون‌های معمولی و آب کافیه، چون اگر درست دست‌ها شسته بشن به خوبی میکروب‌ها رو از بین می‌برن. اگر همچنان به دنبال یه عامل آنتی باکتریال هستید، صابون‌هایی رو انتخاب کنید که حاوی بنزوئیک اسید باشن، چون این ماده سوابق ایمنتری داره. مورد بعدی تابه‌های نچسبه. سطح نچسب اونها در نهایت تجزیه میشه و گازهای سمی رو آزاد میکنه. این ماده PFOA نام داره که طبق گفته آژانس بین‌المللی تحقیقات در مورد سرطان احتمالا یه ماده سرطان‌زاست. وقتی تابه های نچسب بیش از حد گرم میشن، پوشش های نچسب ذراتی رو آزاد میکنن که ممکنه به طور تصادفی با غذای شما مخلوط بشه و شما اونها رو مصرف کنید. PFOA وارد بدن میشه و به دلیل پایداری شیمیایی که داره سالها در بدنتون میمونه. این ماده در خون تقریبا هر آمریکایی که آزمایش شده پیدا شده. مطالعات نشون میده که سطوح بالای PFOA با افزایش کلسترول، خطر اختلالات تیروئیدی و تأخیر در بلوغ مرتبطه. در حیوانات آزمایشگاهی هم باعث نقصهای مادرزادی و سرطان شده بود. برای ایمن موندن تابه‌های نچسب قدیمی که لایه‌شون دچار خراش یا پوسته شده و کنار بذارید و به جای اونها از ظروف سرامیکی یا استیل ضد زنگ استفاده کنید. مورد بعدی خوشبو کننده های هوا هست که به نظر یه راه بی‌ضرر برای تازه نگه داشتن هوای خونتون میان، اما متاسفانه اکثرشون حاوی فتالات هستن. همون مختل کننده های قدرت درون‌ریزی که قبلا توی بحث شمع‌های معطر بهشون اشاره کردم. ذرات فتالات به گرد و غبار میچسبن و در هوا معلق میمونن. استفاده مکرر از خوشبو کننده های هوا به طرز قابل توجهی سطوح فتالات داخلی رو افزایش میده که این مسئله نگران کننده است. مطالعات نشون داده که میزان فتالات در ادرار افرادی که چندین بار در هفته از خوشبو کننده ها و محصولات تمیز کننده معطر استفاده میکنن بیشتره. افزایش تماس با فتالات با مشکلات باروری، مشکلات عصبی و یادگیری در کودکان، آسم، دیابت و سرطان سینه مرتبط. بنابراین از خوشبو کننده های هوا استفاده نکنید، به جاش پنجره ها رو باز کنید تا تهویه مناسبی در جایی که میخواد اتفاق بیفته. مورد بعدی هم ظروف پلاستیکی مواد غذاییه. ظروف پلاستیکی سخت برای نگهداری باقی مانده غذا و حمل غذاها بسیار راحت، اما پلاستیک به اون اندازه که فکر میکنه ایمن نیست. حتی پلاستیک های بدون BPA هم میتونن مواد شیمیایی شبیه به استروژن رو نشت بدن. مواد سمی در پلاستیک مثل فتالات و بیسفنول ها محدود به داخل ظروف نمیشن. اونها به مواد غذایی و نوشیدنی هایی که باهاشون تماس دارن منتقل میشن. گرم کردن غذاها در ظروف پلاستیکی باعث نشت این مواد میشه و نشت این مواد رو هم سرعت میده. در طول زمان مصرف مواد شیمیایی از طریق پلاستیک منجر به مقادیر قابل اندازه‌گیری در بدن انسان میشه که میتونن عملکرد طبیعی هورمون ها رو مختل کنن. برای ایمنی بیشتر استفاده از ظروف پلاستیکی مواد غذایی رو تا حد ممکن محدود کنید و به جاش از ظروف شیشه‌ای یا استیل ضد زنگ استفاده کنید. هیچ وقت هم ظروف پلاستیکی رو در ماکروویو نذارید و از تماس با غذاهای چرب یا اسیدی خودداری کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما با دیگران به اشتراک بذارید. امیدوارم این ویدیو شما رو به سمت تغییرات مثبت هدایت کنه و به شما کمک کنه با آگاهی بیشتر زندگی کنید. در نظرات بگید که کدوم مورد رو بیشتر از همه استفاده می‌کردید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.